سلام به همه آبیا، اس اس یا تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه قسمت پنجم نقل و انتقالات استقلال تو تابستون 1403 رو داشته باشیم که یه سورپرایز بزرگ داریم و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. البته یه مقدار گمان زنی و بعد ببینیم چی میشه. ویدیویی که الان داری میبینین بخشای خیلی زیادی داره، تیکه تیکه سعی کنین همه رو با دقت گوش بدین تا کامل در جریان قرار بگیرین که وضعیت استقلال توی نقل و انتقالات چطوره. آیتمای زیادی داریم، تصویر داریم، ویدیو داریم، حتما میدونم براتون ویدیوی جذابی میشه. اول از همه من میخوام برم سراغ مهمترین سوال شما که میگین علی کریمی چی شد و قراره چه اتفاقی میفته. روابط عمومی باشگاه استقلال یه اطلاعیه داده که من از روش میخونم، کاملا با دقت گوش بدین، بعدش با هم دیگه تحلیل میکنیم که چه معنی داره. با سلام و احترام به هواداران ارجمند باشگاه استقلال، به اطلاع میرساند باشگاه استقلال طی دو نامه رسمی به باشگاه کایسری اسپور ترکیه خواهان صدور رضایت‌نامه جهت انتقال قطعی جناب آقای علی کریمی، بازیکن ارزشمند و با تجربه شده است. پس استقلال دو تا نامه به کایسری اسپور زده. با وجود پیگیری‌های مستمر از سوی باشگاه، تاکنون پاسخی از سوی باشگاه کایسری اسپور دریافت نشده است. بر اساس پیگیری انجام شده، فقدان سرپرست و مدیر ورزشی باشگاه کایسری اسپور به دلیل اخراج وقفه‌ای در روند مذاکرات ایجاد کرده است. پس اینا اومدن نامه‌شون رو زدن، همه کاراشون رو انجام دادن، اونور کسی نیست که جواب بده و یه سری مشکلات داره کایسری اسپور. خود منم دارم ترکیه زندگی میکنم، بعضی از باشگاه به یه سری مشکلات مالی خوردن و یه سری تغییرات داره توشون اتفاق میفته. در ادامه گفته که جناب آقای کریمی طی مکالمات با باشگاه استقلال ضمن ابراز تمایل به انتقال به تیم محبوب خود به این موضوع اشاره داشتن که باشگاه کایسری اسپور به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالات و عدم امکان جذب بازیکن جایگزین تمایلی به صدور رضایت‌نامه برای ایشان در حال حاضر ندارد. پس چون پنجرهشون بسته است احتمالاً علی کریمی رو به ما نمیدن، چون جانشین نمیتونن بگیرن. خب خیلی هم منطقیه. باشگاه استقلال ضمن احترام به قوانین و مقررات حاکم بر نقل و انتقالات همچنان مصرانه پیگیر نهایی شدن این انتقال خواهد بود و در صورت تمایل باشگاه کایسری اسپور مذاکرات برای نهایی شدن انتقال جناب آقای کریمی به تیم استقلال از سر گرفته خواهد شد. باشگاه استقلال مراتب قدردانی خود را از صبر و شکیبایی هواداران گرامی در این خصوص ابراز داشته و ابراز امیدواری میکند که با تلاش و پیگیری انجام شده شاهد حضور این بازیکن ارزشمند در جمع آبی‌پوشان پایتخت باشیم. با تشکر باشگاه استقلال ایران. ببین، پس ببینین، خیلی‌ها به من میگن که از روند کاری که باشگاه داره انجام میده راضی هستی یا نه. ببین، اینا دارن تلاششون رو میکنن، یه سری چیزا نمیشه، یه سری عددا رو نمیتونن پرداخت بکنن. جلوتر تو ویدیو میرسیم. خیلی ها خب دوست داریم که مامتیان بیاد استقلال بازی کنه و الان هم خب یه خبر اومد که دیگه قطعی نمیتونیم برای سال بعد داشته باشیمش. یه مقدار هزینه ها و عددا رو باید باش فکر بکنیم که ببینیم اصلا باشگاه اینقدر توانایی مالی داره یا نداره. ببین، ما مثل باشگاه دیگه مثلا مثل سپاهان بازیکن اونقدر نخریده بودیم که حالا از فروششون بتونیم پولی داشته باشیم که حالا بریم بازیکن جدید بگیریم. بنابراین ما خیلی از این کارا رو نمیتونیم انجام بدیم و یکی از دلایلی هم که نکونام منتظر محمد و فعلا تو حالت استندبای قرار دادم همینه. منتظر محمد اگر تو المپیک بدرخشه میتونیم بسیار بسیار گرون بفروشیمش و با فروش منتظر محمد بتونیم دو سه تا بازیکن بخریم. اما اگر منتظر محمد و قیمتش بالا نره و همونم بمونه، من فکر نمیکنم بخواد منتظر محمد رو رد بکنه. جلوتر به منتظر محمد هم میرسیم. بعد از اینکه حالا این صحبتی که کردیم، خب پس وضعیت علی کریمی مشخص و به نظر من با این وضعیت نمیتونیم بگیریمش. بریم سراغ یه سری آمار جالبی که حالا در مورد لیگ، بعدش به حالا خریدهای جدیدمونم میرسیم. اولا این تصویر رو ببینین، این آمار تماشاگران تو فصل گذشته است که خب میبینیم ما استقلالی ها بیشترین تماشاگر رو داشتیم. آفساید پلیسی که ادعا میکنه پر تماشاگرترین تیم لیگه، میبینین که تماشاگراشون به استادیوم نیومدن. علتش چیه؟ طرفدارای پرسپولیس به نظر من از نظر مالی آدمای ضعیفتری هستن و به نظر میاد که نمیتونن و به قولی پولشو ندارن که وارد ورزشگاه بشن. برای همین تعداد تماشاگرشون هم کمتره، وگرنه تیمی که تو کورس قهرمانی و روز آخرم شانس قهرمانی داره اونم به صورت شانس اول، طبیعتاً باید طرفداراش بیشتر بیان، تازه اگر ادعاشون هم میشه که خیلی تیم پرطرفداری هستن. ولی واقعیت اینه که یا پرطرفدار نیستن اونقدی که میگن و اون دروغه، یا اینکه وضعیت مالی بالاخره طرفدارانشون خوب نیست و شاید اصلا طرفدارانشون هم علت اینم که حالا یه مقداری
زود باورن و حتی خود مدیر و بازیکناشون هم بهشون میگن ساده لوح، به خاطر اینه که اخبار فکر کنم دارن از صدا و سیما دنبال میکنن، این تلویزیون میبینن، حتی هزینه نمیکنن که از تو اینترنت جستجو بکنن و اطلاعات دقیق رو بگیرن. مثلا تو ویدیوی قبلی یکی اومده بود کامنت گذاشته بود که مثلا پنالتیای استقلال بیشتر از پرسپولیس بوده پارسال، یعنی این آدم حتی قدرت سرچ تو اینترنت هم نداره. خب ببینیم، بعضی از آدما سطح علمی و فرهنگیشون زیادی دیگه پایینه و اطلاعات هم ندارن، و خب من تا جایی که دیدم و تو اطرافیانمون هم دیدیم، بیشتر آدمایی که به این سمت میرن خب بعدا میرن طرفدار پرسپولیس هم میشن، یعنی خیلی چیز عجیبی نیست، و خب به خاطر همینم هم ورزشگاهشون میتونه خالی بمونه. حالا در ادامه یه اتفاق جالبی که افتاده در مورد ملی پوش شدن بازیکن، سرباز شدن ملی پوشای تیم ملیه، که یه اسمای اومده: ترابی، قلی‌زاده، مجید حسینی، پیام نیازمند، مهدی قادری و الله‌یار سیادمنش میگن سرباز شدن و اگر بخوان تو ایران بازی کنن باید برن سربازی. پرونده خیلی جالبه. اولا پس قلی‌زاده دیگه عمرن ایران نمیاد، پروندهش چه برای استقلال چه برای پرسپولیس چه برای سپاهان بسته است، قلی‌زاده که نمیاد. چقدر خوب شد که ما مجید حسینی و مهدی قایدی رو بر نگردوندیم، وگرنه بعد کلی هزینه میکردیم اینا رو میآوردیم بعدم دو دستی تقدیم میکردیم به تیمای نظامی، که خب اصلا خیلی کار غیر منطقی بود. پیام نیازمند است که مشکل کفالتش رو، مشکل سربازیش رو با کفالت تونسته حل بکنه و دروازه‌بان اصلی سپاهان تو فصل آینده هست. الله‌یار هم که خب ایران بیا نیست، بنابراین میمونه فقط مهدی ترابی. تراکتور فعلا نامه زده و گفته که حالا یه اطلاعیه زده گفته که بیرانوند و ترابی هیچ مشکلی برای فصل آینده ندارن، بعد ببینیم حالا چقدر واقعیت داره حرفشون. اما اینکه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی که دیگه کاملا مشخصه که تیم سوگلیشون چیه، ترابی تا وقتی که پرسپولیس بازی میکرد مشکل سربازی نداشت، تا از پرسپولیس رفت یه دفعه مشکل سربازیش رو شد. سال 97 ترابی برای اینکه سربازیشو بگذرونه تصمیم میگیره بره تراکتور. اون موقع تراکتور تیمی بوده که سربازا میتونستن اونجا برن و دورشون رو بگذرونن. پرسپولیس میره ترابی رو میخره و میاردش پرسپولیس و میگه من مشکل سربازی تو حل میکنم، که میتونه 5 6 سالم این کارو انجام بده. و حالا که ترابی رو فروخته سری میره و میگه که آقا این سربازه و باید وضعیت سربازیش مشخص شه. یک کار کشتگی خاصی داریم ما توی درویش و تیمش میبینیم. خیلی آدمای واقعا چی بگم، خیلی یعنی واقعا لفظ کم بیاریم برای درویش، یعنی از اون پدر سوخته های عالمه که واقعا رو دست نداره، یعنی بعدا به خودش میگه من پرزم. بابا پرز مگه تسبیح میندازه مثل لاتا تو خیابون میچرخه؟ میخواد تسبیح میچرخونه. یکم خجالت هم خوب چیزیه، ولی خب میگم متناسب با طرفدارای پرسپولیس واقعا هست. حالا یه برنامه تو صدا و سیما اومده علیه مهدی ترابی دارن صحبت میکنن، ببینین چه جوری دارن مهدی ترابی رو تحقیر میکنن. گوش بدین و ویدیو رو ببینین. ولی اگه اتفاق نیفته ترابی باید به سربازی؟ ترابی داره سربازی، بعد اون موقع داستان خیلی غم انگیز میشه. چرا؟ چون قرارداد با تراکتور داره، بعد سرباز میشه، بعد ملوان معلوم نیست که جا داشته باشه نداشته باشه، ممکنه فجر سپاسی، مقاومت، جاهای دیگه، نیرو زمینی. آره ایو نلبکی، من که همه که توی سه نقطه رو میشناسن که مجری پرسپولی آفساید پلیسی هستی و چقدرم خوشحالی و اون حرفای الفاظ زشت رو میای استفاده میکنی، اون وقت تو رسانه ملی تازه ملیه، یعنی هممون کنار هم از این تلویزیون سهم داریم، ولی آخرش خب همون تیم حکومتی مجریاش میتونن بیان هر دریوری بگن و بعدم سر جاشون بمونن. میبینیم با چه خوشحالی دارن میگن که اه ترابی تو لیگ برتر هم که نمیتونه بازیکن بعد بره دسته. این بازیکن بازیکن ملیه. من خودم از ترابی متنفرم به خاطر بعضی از مسائل اخلاقی که داره. ویدیویی هم که ازش ساختم بر علیه ساختم یکی از پربازدیدترین ویدیوهای کانال منه که خیلی ویو خورده، میتونین تو قسمت ویدیوهای کوتاه کانال من یا قسمت شورتس ببینین. ولی اینکه بخوایم یارو تا وقتی پیش ماست ازش حمایت بکنیم تا میره بخوایم پدر یارو رو در بیاریم، واقعا خیلی آدمای کثیفی باید باشیم که کاملا این قضیه رو ما میتونیم توی طرفدارای پرسپولیس و مدیریتش ببینیم چه بلایی قراره اینا سر مهدی ترابی و بیرانوند بیارن. و اصل موضوع اینه آقا سربازی اصلا قانونه، باید بره، قبوله، باید بره، منم موافقم، اما چرا وقتی تو پرسپولیس نمیره و میره اونجا میره عملا یه خط و نشون دارن برای بقیه بازیکن‌ها میکشن که اگر از پیش ما بری دهنت سرویسه. حالا های کنانی، های هر کسی دیگه که میخوای از پرسپولیس آخر فصل بری، بدون که از تیم ما بری داخل ایران نمیذاریم برای تیم دیگه بازی کنی. این خط و نشون رو کشیدن و با این فشار روحی که بازیکن‌ها میارن دارن بازیکناشون رو حفظ میکنن. با چه عشق و علاقه و لوگوبوسی بعد قراره تو تیمشون بمونن که اینجوری داره تیم ازشون حمایت میکنه.
حالا اینم بذاریم کنار، کلاس مربیگری سطح آ برگزار شده و مهدی هاشمی نسب تونست مدرک رو بگیره و فصل آینده میتونه مهدی هاشمی نسب بدون مشکل روی نیمکت بشینه. یه مصاحبه بعد از این گرفتن مدرک و تموم شدن کلاس با ایشون داشتن، ببینیم آقا مهدی سرطلایی چی میگه. عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. خب در مورد کلاس من فکر میکنم که تو این 24 روز چیزای زیادی آموختیم. واقعیتش دنیای مربیگری با بازیگری کاملا متفاوته. چیزایی رو یاد گرفتیم که شاید هر بازیکنی که تو سطح حالا بالا بازی کرده باشه، خودم نمیگم، فکر کنه که خیلی از فوتبال میدونه، ولی این کلاس باعث شد که بدونیم که واقعا خیلی عقب هستیم، چیزی از فوتبال هنوز نمیدونیم و هنوزم خیلی جا داره تا خیلی چیزا رو بدونیم. و این کلاس کمک کرد به هر حال یکی دو پله رو بیام بالاتر، دیدمون نسبت به فوتبال عوض بشه و نه تنها بحث فنی، بحث روانشناختی و نمیدونم آمادگی جسمانی و روحی روانی و خیلی چیزای دیگه. من خودم به شخصه چیزای زیادی آموختم. جا داره تشکر کنم از استادای عزیزمون جناب آقای پورنعمت، آقای دلگر، که مطالب خیلی خوبی رو به ما آموختند. افتخار شاگردیشون رو داشتم و کلاس هم خیلی خوب پیش رفت و در کنار دوستان و بزرگانی که سابقه ملی داشتن، آقای شجاعی و خیلی های دیگه، آقای سید جلال حسینی، اشکان دژاگ، نیکبخت وادی و خیلی های دیگه، کلاس رو خیلی خوب تموم کردیم و امیدوارم که بتونیم چیزایی که تو این کلاس آموختیم رو به جوونا، دوستانمون، نه شاگردانمون، دوستانمون انتقال بدیم و بتونیم مثمر ثمر باشیم تو این فوتباله. اگر باشیم، اگه نباشیم، من فکر میکنم که آرزو موفقیت میکنیم برای فوتبال کشورمون، برای پایه‌هامون، برای جوانایی که آرزو دارن یه روزی بشن اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، وریا غفوری، نیکبخت واحدی. امیدوارم که بتونیم یه گوشه این فوتبال، مهم نیست جاشم کجا باشه، حتی تیم نونهالان، نوجوانان، بتونیم کمک کنیم، خدمت کنیم، خدمت سالم کنیم، نه به فکر جیب خودمون باشه. و خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم. دیدین که حالا یه مصاحبه انجام شد و پس مدرک و ایشون گرفته و کار تمومه. خب تو کلاس هم یه عکسایی در اومده بود که کنار وریا نشسته بودن با هم شوخی می‌کردن. می‌دونین که وریا غفوری یکی از منتقدای اصلی جواد نکونامه و خب مهدی هاشمی نسب هم که خب دستیار نکونامه، یه جورایی شاید مشکلات حل بشه. خود من که خیلی دوست دارم یکی مثل وریا بیاد و اول دستیار نکونام بشه، بعدش هم سرمربی بشه و اون ذات سرمربیگری رو داشته باشه، که چه بهتر. حالا بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. اما برسیم به نقل و انتقالات. خب ما یه رونمایی جدید داشتیم، اونم از این بازیکن بوسنیایی که وینگره، بهش میگن زیلیکیچ. من آلمدین زیلیکیچ، من خودم در مورد این بازیکن نظر نمیدم تا وقتی که بازیشو ببینم و خود نکونام هم گفته که بعد تو اردوی که تو اردویی که توی ترکیه داریم، که حالا جلوتر بهش میرسیم، صحبت میکنم دقیقاً کی قراره باشه، با این بازیکن رو به قولی باید تست بکنه. شاید بازیکن خوبی باشه. من در مورد این بازیکن نظر نمیدم. این که اینو مثلا یه آقازاده از هلدینگ آورده یا یه ایجنت فلان جور آورده و اینا، من کاری ندارم. بازیکن باید توی زمین برای ما خوب بازی کنه، حالا هر کی آوردتش. باید یه مقدار این کارهای جلف و سطح پایین رو بذاریم کنار. این کاناله تلگرامی که با 500 هزار تومن 1,000,000 تومن بهشون بدی برات یه خبر رو کار میکنن که یکی رو ببرن بالا و یکی رو بیارن پایین، واقعا اخبارشون رو بریزین دور. اینا به درد این که بخواین اطلاعات رو ازشون بگیرین نمیخورن، چون کاملا جانبدارانه میان صحبت میکنن. یه سریا آدمای خطیر و یه سری ایجنت دیگه‌ن میان یه سری خریدای الانو میکوبن، یه سریا قدیم میومدن خریدای خطیر رو میکوبوندن. یعنی کاملا مشخصه که قضیه حسابای شخصی و سود مالیه که دارن از نایم برانا. طرفدارا فقط اینجا اذیت میشن که ای بگن که ای بابا این خوب بود، این خوب. آقا خوب و بد رو تو زمین میبینیم. کوین یامگا قبل از اینکه بیاد تو استقلال بازی کنه آمار خوبی نداشت، ولی الان کوین یامگا یکی از بهترین بازیکنهای خارجی تاریخ باشگاه استقلاله. اینو هی به خودمون بگیم و تکرارش بکنیم که یادمون نره که قراره چه اتفاقی بیفته. بعد از اینکه باشگاه حالا این بازیکنو به قولی رسمیش کرد، چون خیلی وقت پیش خریده بودن، حالا رسمیش کرده، اومده یه ویدیو هم داده که به نظر من ویدیوی جذابیه. ببینین.
آلمدین زیلکیچ به استقلال اومده و بعد ببینیم چه اتفاق میفته. حالا یه اتفاقی که افتاده اینه که میگن حالا لیست خارجی استقلال یه سری اتفاقا میفته. استقلال اگر بخواد بازیکنای بزرگی رو بگیره مثل حالا تیام که حالا صحبت میکنم کار تیام تموم شد و به استقلال نمیاد و یه خرید بزرگ دیگه، میگن بعد خب منتظر محمد از استقلال خارج بشه. این چهره منتظر محمد رو میگن از استقلال باید بره. اولا قیمتی که منتظر محمد داره 150,000 دلاره، یعنی یه چیزی زیر 9 میلیارد قراردادش با استقلاله. اگر ما بتونیم این بازیکن خوب بفروشیم، یعنی این الان بیاد توی المپیک بهتره کنه، خیلی درخشان باشه، تیمای اروپایی بخوان ببرنش، خب این میتونه یه درآمدزایی افسانه‌ای برای ما داشته باشه. فکر کنیم بازیکن رو بتونیم 1,000,000 دلار 2,000,000 دلار بفروشیم، اون وقت میتونیم با پولش بیایم 2-3 تا ستاره بخریم و تیممون رو تقویت بکنیم. اگر قرار باشه قیمتش خیلی رشد نکنه، نگهش داریم از نظر من بهتره. البته خود نکونام به نظر میاد که منتظر محمد اعتقادی نداره، دوست داره بازیکنهای دیگه و با کیفیت تر و با تجربه تری رو داشته باشه و برای همین میخواد منتظر محمد رو خالی بکنه اونا رو بیاره. ولی فکر نمیکنم این کار رو با فسخ انجام بدن، خیلی عاقلانه نیست. بازیکنی که اینقدر ارزونه رو فسخ بکنی بعد بری بازیکن گرون بخری، خب بفروشش. منتظر محمد قطعا مشتری پیدا میکنه. به نظر من یکم باید صبور باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی ها دنبال این بودن که خب مامتیان بیاد استقلال و خب یه خبرم اومد که از تیم قبلیش چیز شده، اومده بیرون و خب یه عکسی اومد که دیگه ازش خداحافظی کرده از اون تیم اومده، ولی یه روز هم یه چند ساعت هم به نظر من نشد که قراردادش با تیم جدیدش بس که ایوبسپوره، از پندیکسپور فکر کنم اومد بیرون و الان اومده ایوبسپور ترکیه بازی میکنه. ببینین این بازیکن انقدر بازیکن خوبیه که مشتری ها برای صف بستن. یک، دو، قیمت مامتیام 1.3 میلیون دلاره و به این راحتی ها نمیتونستیم بخریمش و اونم که بعضی ها میگن که آقا مثلا اومده فسخ کرده و اونجا دیگه قرارداد نباشه، الان بازیکن آزاد سری بریم بگیریم. ایجنتش همه کاراشو کرده بود همون لحظه‌ای که اومد اونجا فسخ کرد یا به قولی بازیکن آزاد شد، معلوم بود که یه تیم دیگه میره و تو تیم دیگه میخواد بازی کنه. اصلا اینجوری نبوده که آزادی باشه که استقلال بخواد باش بازی کنه. خیلی از بازیکن‌ها هم دیگه دوست ندارن تو ایران بازی کنن. اون اتفاقایی که برای لوکادیا افتاد و عثمان هم اومد اونجوری صحبت کرد که طرفدارای پرسپولیس زن و بچه‌شو تهدید به مرگ کردن، طبیعتاً خارجی‌ها خیلی علاقه‌ای ندارن به ایران بیان، مگر اینکه دیگه به قول پوست کلوفتی داشته باشن یا از خطه خودمون باشن، عراقی باشن، ازبکستانی باشن و با این مشکلات بتونن کنار بیان. اما بمبی که استقلال داره این بازیکنه، کاکوتا، حالا گوئل کاکوتا، حالا ببینیم وقتی بیاد یه مقدار بیشتر در مورد اسمش دقیق صحبت میکنیم، که ورزش 3 زده بود چند ساعت پیش که این قضیه کنسل شده که دروغ زدن به خاطر اینکه چیزی که میگن اون ترجمه ای که انجام دادن غلطه. من نمیدونم فرانسوی بلد نیستن، دوست دارن طرفدارای استقلال رو اذیت بکنن، وگرنه نه این بازیکن پیشنهاد استقلال رو تا الان رد نکرده و امکان داره به استقلال بیاد. بازیکن بسیار بسیار با کیفیته، من خودم یه آیتم بزرگ براش درست کردم، به نظر من بمب بعدی استقلال اگر بیاد استقلال، همونجوری که یه ویدیو برای رامین جداگونه ساختم، این بازیکنم به نظر من کاملا ارزش داره که یه ویدیو مجزا برای خودش داشته باشه. هر موقع با استقلال قراردادش رو بس حتما ویدیو رو براتون میسازم. اما چون هنوز قراردادش قطعی نیست، من فعلا اون آمار و هایلایت و اون برنامه‌ای که براش دارم و فعلا براتون بهتون نشون نمیدم تا اینکه ببینیم اصلا بازیکن ما میشه نه. بازیکن بسیار خوبی، اگر بیاد من یکی به شخصه خیلی خوشحال میشم. اما بازیکنی که خب زلیکیچو که خریدیم، اما با چند تا بازیکنم قراره که تمدید کنیم. این عکسیه که الان از تمدید با زبیر نیک نفس اومده که زبیر یه فصل دیگه قراره تو پیش ما بمونه. ببینید زبیر فصل گذشته اون موقعی که بهش نیاز داشتیم به نظر من کارو در آورد. ببین هافبک طراحی نیست ولی میتونه از نظر دفاعی کارو خیلی خوب جمع بکنه. اگر قرار باشه ما با سیستم و تفکر نکونام بازی کنیم که قراره گل بزنیم و بعدش از گلامون دفاع بکنیم، شاید حالا یه تغییر بهتری بکنه، یه گل نزنه بره تو دفاع، دو تا بزنیم و بیایم عقب. و ساختار دفاعی براش خیلی مهمه. بازیکنایی مثل زبیر خیلی به درد میخورن. هنوز آرش رضاوند تمدید نکرده که امیدوارم نکنه، ولی اگرم بکنه دیگه تو تفکرات نکونام حتما جا میشه. یک، دومن یه سری ها منتقد نکونام هم میگن آرش رضاوند همچین مثلا انگار جینی نکونامه و نکونام بهش خیلی اعتقاد داره. ببخشید آرش رضاوند مگه زمان فرهاد نبود؟ مگه زمان ساپینتو نبود؟ چرا الکی به یکی حمله میکنین؟ چرا کسایی که الان با نکونام دشمنن اینقدر چرت و پرت و مزخرف میگن؟
آقا نکونام مثل بقیه مربیا از سبک بازی رضاور خوشش میاد، ما طرفدارا خوشمون نمیاد. این مربیا حتما چیزی توش میبینن که بهش بازی میدن. فرهاد هم بهش بازی میداده، چطور اون موقعی که فرهاد بهش بازی داد و قهرمان شدیم کسی ازش ایراد نمیگرفت؟ الان که نکونام بهش بازی میده مشکل سازه. به نظر من یه مقدار باید عاقلانه تر و منطقی تر برخورد بکنیم. مصاحبه زبیر هم بعد از تمدید بشنویم ببینیم چیا گفته. میتونم که خب تمدید رسمیش اعلام شد. چه خبر از فضای خودتون؟ من نمیخوام صحبت کنم ولی حالا شما زحمت کشیدیم اونجا وایسادیم به احترامتون. فقط این که خدا رو شکر قراردادم تمدید شد، یه سال دیگه خدمت باشگاه استقلال هستم. حالا تا ببینیم ایشالله که فصل خوبی باشه. حالا تمرین های تیم شروع شده بود، شما دیرتر به تمرین اضافه شد، دلیل این تاخیر تو عقد قراردادتون چی بود؟ من زودتر از اینا توافق کرده بودم، یه سری مسائل بودش که باید حل میشد که خدا رو شکر حل شد. اگر مشکل خاصی پولایی بود که طلب داشتید از باشگاه؟ اجازه بدید من زیاد راجع به این قضیه صحبت نکنم، خدا رو شکر مشکلی نیست، حل شد. من قراردادم رو امضا کردم و از فردا ان‌شاءالله سر تمرین حاضر میشم. بازیکنایی که تمدید نکردن دو تا بحث دارن، یکی قراردادهای فصل قبلشونه که باید تکمیل میشده، یک که حالا یا قولای گرفتن که بالاخره چه زمانی بهشون پرداخت بشه، دو هم بحث دارن که استقلال یه سری خریدا داره که اگر نمیتونه اون خریدا رو انجام بده با بعضی از بازیکنها تمدید کنه، که عملا هم همین اتفاق افتاده و زبیر فعلا در اولویت بوده نسبت به رضاوند. دو تا مصاحبه بسیار بسیار مهم داریم، یکی فرشید سمیعی، یکم جواد نکونام. جواد نکونام مدت‌هاس مصاحبه نکرده، الانم یه جوری خفتش کردم مصاحبه کردمش. اول ببینیم فرشید سمیعی چی میگه، به خاطر اینکه به نظر من آدم بسیار بسیار منطقی و حرفش حرف حسابه. ببینیم فرشید سمیعی چی میگه. یکم نگران نقل و انتقالاتم، خواستار علی کریمی بودن که حالا خب بیانیه رسمی منتشر شد و حالا یکی دو نفرم اسمی از بازیکن خارجی میاد، اونا تو چه مرحله ای؟ ببینید استقلال خیلی تحت فشار تماشاگرا و هوادارا مجبور شد اون اطلاعیه رو بده، وگرنه ببینید پیگیر کارا بودن. یه سریا واقعا من نمیدونم تو مغزشون چی میگذره، یعنی واقعا فکر میکنن یکی مثل فرشید سمیعی که تونسته به آرزوش برسه و بتونه مدیر عامل باشگاه محبوبش بشه همینجوری بیخیال میشین رو صندلیش، یا مثلا به قول بعضیا که دیگه عقلشون واقعا کار نمیکنه دنبال دلالیه و به امورات باشگاه نمیرسه. نه، این بدبخت داره صبح تا شب کار میکنه تا به نتیجه برسه. همین در مورد درویش هم هست، من از درویش خوشم نمیاد، آدم لومپنی هم هست، ولی این فحاشی که طرفدار پرسپولیس بهش میکنم دیگه واقعا زشته. بدبخت هر سال داره براتون این همه بازیکن میخره، نیم فصل میخره، وسط فصل اول فصل میخره، همش داره خرید انجام میده، باز این همه بدبخت باید فوش بخوره. چقدر هواداری نمک نشناسی داریم، هم بعضی از استقلالیا هم بعضی از پرسپولیسیا. بی احترامی من هیچ وقت به کل طرفدارای نه استقلال میکنم نه پرسپولیس، ولی بینمون یه سری آدمایی هستن که به خاطر منافع شخصی چرت و پرت زیاد میگن، به حرفاشون زیاد گوش ندیم. بریم ببینیم سمیعی چی میگه. ما دو تا نامه به باشگاه کایسراسپور زدیم، عرضم به حضورتون که متاسفانه جوابی به ما ندادن. این به دلیل تغییرات در این باشگاه رخ داده و سرپرستشون و مدیر ورزشیشون به نام دلیل از باشگاه جدا شدن، فقط مدیریت باشگاه باقی موندن که عرضم بوده به جوابی به نامه ما ندادن. جناب آقای کریمی هم مثل که چندین بار تلاش کردن با ایشون جلسه داشته باشن تا الان موفق نشدن، ولی جنبندی خود ما و فکر کنم آقای کریمی این باشه که به دلیل پنجرهشون بسته است مشکل دارم، برای اینکه بازیکن ارزشمندی مثل آقای کریمی رو که به هر حال برای ما هم خیلی ارزشمنده، قطعا برای کایسری هم بازیکن ارزشمندی هست، که از دست بدن نتونن جایگزین پیدا بکنن. خیلی منطقیه دیگه، یه بازیکن بزرگی تو این لول رو از دست بده با پنجره بسته چیکار کنه؟ تیم جوانانش بگیره؟ منطقا فکر کنم علی کریمی رو نداریم، حالا مگر اینکه تا نیم فصل پنجره باز بشه ببینیم چی میشه. یکی دو نفرم اسامی خارجی مطرح میشه، حالا اینا تا چه حدی صحیحه و اینکه الان مذاکرات خارجی تا به کجا پیش رفت؟ داریم یه بازیکن داریم که حالا اونم مثل کاکوتا بمبه، در مورد اونم من فعلا صحبت نمی‌کنم، هر موقع اینا قطعی بشن قشنگ ویدیوشو براتون می‌سازم. ولی ببینین هر بازیکنی که اسمش گفته میشه تو رسانه‌ها یه سری طرفداران چی بگم واقعا باید بهشون بگین دیوونه، از چه استقلالی چه پرسپولیسی میرن همینجوری فحاشی میکنن توی کامنت های اینستاگرام طرف و تهدیدش میکنن که ایران نیا. آخه زشته به خدا، واقعا یه فوتبال ارزش نداره اینقدر شخصیت یه ملت رو بیاریم پایین که بگن ایرانی ها چی هستن، هیچکس جرئت نکنه بیاد ایران بازی کنه. واقعا به نظر من زشته، ولی بعضی اصلا شده مسیر زندگیشون از این قضیه دارن نون در میارن، اونم چه نونی.
انجام میدیم. با امید خدا، به یاری خدا، طبق نظر آقای نکونام داریم پیش میریم و اونا رو هم جذب کنیم. چند نفرم سهمیه زیر 23 سال حالا اسامی اومده، این چه جوری؟ اونا رو داریم مذاکره میکنیم، هنوز به جنبندی نهایی نرسیدیم ولی داریم مذاکره میکنیم. اما در مورد بازیکنایی که قرار بود اضافه بشه طبق لیست آقای نکونام، احتمالاً یکیش رو 70-80 درصد کاراشو پیش بردیم، اون یکی رو هم داریم انجام میدیم، مذاکره میکنیم. خیلی ممنون آقای سمیع. اون 70-80 درصدی که میگه کاکوتاست، حالا اینو در جریان باشیم ببینیم حالا قضیه قطعی میشه یا نه. آخر ویدیو میخوام مصاحبه جواد نکونام بذارم، چون خیلی ها بهش پریدن که میگن آقا پارسال که تو خطیر سر مدیر عامل بود این همه بهش پریدی، الان هیچی نمیگی در حالی که تیمت کامل نیست. من این آدم ها رو درک نمیکنم. وقتی نکونام مصاحبه میکنه میگین مربی چرا هوچیه، چرا آرامش نداره، وقتی صحبت میکرد پارسال، الان که صحبت نمیکنه میگین چرا انقدر آرومه و هیچی نمیگه. تکلیفتون رو با خودتون مشخص بکنیم واقعا، یکم فکر کنی. یعنی واقعا به طرفدارای استقلال توصیه میکنم اینقدر گول این کانالای تلگرامی نکنید، زشته، دارن این بچه باهاتون بازی میکنن که گولتون بزنن. من کانالای تلگرامی پرسپولیسی رو هم دارم دنبال میکنم، اونا هم هوادارشون همین کار میکنن، ولی یعنی یه سری بچه کم عقل فرض کردن طرفدارا رو و همینجوری دارن اونا رو به این سمت و اون سمت هول میدن و جهدهی میکنن. یکم خودتون فکر کنین، کسی که تو اون صندلی نشسته حفظ اون صندلی با گرفتن نتیجه براش ممکنه، پس قطعا همه تلاششو میکنه. سال گذشته خطیر دستش به جایی بند نبود و نکونام میدونست که با اون وضعیت خریدایی که داره و با اون بازیکنا میتونه با اون سیستم نتیجه بگیره، ولی قطعا جزء قراردادش با هلدینگ اینه که مصاحبه کمتر انجام بده و داره کمتر انجام میده، کارش هم داره با آرامش پیش میره. بذارین نقل و انتقالات تموم بشه، اگر اون چیزی که دلش میخواست نشود قطعا میاد اعتراض میکنه. نکونام آدمی نیست که به کسی باج بده، مطمئن باشین اگر ناراضی باشه میاد و میگه. اما اضافه شدن بعضی از بازیکن‌ها پول میخواد، رضایت‌نامه‌ها باید جذب بشه، یه جورایی باید به قولی مخفی کار بکنن که این طرفدارای عجیب و غریب نرن با فحاشی اون طرفو منصرف بکنن از اومدن. بنابراین بذاریم هلدینگ کارشو بکنه، اون بازیکنایی که مد نظر نکونام هست رو ببینیم میگیرن یا نه. یه لیست 3 نفره داره که 2 تا خارجی توشن، یکیش هم علی کریمیه. بذار ببینیم از این 3 تا 2 تایی که میخواد و براش میگیرن یا نه. اگه بگیرن مطمئن باشین نکونام اعتراض نمیکنه، ولی اگر نتونن بگیرن مطمئن باشین اونم شروع میکنه به اعتراض کردن. حالا ببینیم نکونام تو اولین مصاحبه‌ای که تقریبا میشه گفت تو فصل جدید میخوایم ازش بذاریم ببینیم چیا گفته. وقتتون بخیر باشه. خوب هستین؟ می‌خواستم در مورد قرعه کشی بپرسم ازتون. قرعه کشی لیگ انجام شد، صحبت بکنید. شرایط قرعه کشی چطور؟ خوب بود دیگه. به هر حال باید ببینیم چه اتفاقی میفته، هر چی هست شروع بشه. راضی بودین از قرعه کشی؟ به نظرتون سخت یا آسونه؟ دیگه به هر حال با همه تیم‌ها باید بازی کرد دیگه. در مورد قرعه کشی رو که خب من یه ویدیو کامل ساختم، قبل این ویدیو میتونین رو ببینین، کامل تحلیل کردم که قرعه به نظر من کجاهاش آسونه کجاهاش سخته، یه تحلیل کاملی کردم. قطعاً آقا جواد و کادر فنیشون هم حتما تحلیلاشون انجام میدن و با یه برنامه‌ریزی خیلی منسجم مثل سال گذشته وارد مسابقات میشن. ما با اون تیم ضعیف پارسالمون از نظر اسکواد و بسیار کم عمق تونستیم 67 امتیاز بگیریم. امسال با سوپر استاری مثل رامین رضاییان و دو تا بازیکن دیگه‌ای که اضافه بشن و بازیکن‌های گذشته‌مون که حفظشون کردیم، من مطمئنم نتایج بهتری میگیریم. ادامه صحبت آقا جواد. شرایط تیمیتون رو اگه میشه صحبت بکنید، چطور هست شرایط پیش‌فصلتون؟ خوبه، داریم شروع میکنیم به کار کردن، ولی تیممون کامل نیستش و شرایطمون ایدئال نیست، ولی به هر حال شروع کردیم. از کارهایی که به هر حال بعد ابتدایی بودش زودتر شروع میکردیم، یه مقدار دیر شد ولی به هر حال کارمون رو داریم انجام میدیم تا بازی شروع. در مورد شرایط اردوی ترکیه هم صحبت بکنید، چطور است؟ میرید به ما انشالله جمعه یا شنبه میریم به سمت ترکیه. خواستم در مورد خبری که من دارم اینه که جمعه 5 مرداد استقلال با یه پرواز اختصاصی چارتر میره ترکیه، 11 روز توی ترکیه خواهند بود، 2 تا بازی با تیمای لیگ برتر ترکیه انجام میدن به صورت قطعی، 2 تا بازی دیگه هم امکان داره بزن، یعنی تا 4 تا بازی امکان داره استقلال انجام بده و حالا یه سری بازیکن‌ها اونجا قراره اضافه بشن و تیم اونجا تکمیل بشه. امید این بازیکن جدیدتون هم بپرسن، اهل بوستین آقای زیریکیچ میگفتن که شما راضی نبودید به جذبش. آقای سمیعی در این مورد توضیح داد چند روز قبل و بازیکنی که به هر حال خود آقای سمیعی کامل در موردش توضیح داده شد، من اون موقع نبودم و بازیکن جذب شده. شما ببینین خیلی حرف مهمه، موقعی که قرارداد بازیکنای بوستین رو بستن نکونام نبوده. چرا اینو بعضیا نمیفهمن؟
نکونام نبوده که موافق یا مخالف باشه، اصلا وقتی طرفو ندیده چه نظری میتونه بده؟ اون موقع هنوز قرارداد خود نکونام تمدید نشده بوده، بنابراین نمیتونیم بگیم این چه بازیکن خوب در بیاد چه بازیکن بد در بیاد ربطی به نکونام نداره، چون که نبوده وقتی که این قرارداد بسته شده. راضی نبودین از جذبش؟ من اصلا نبودم موقعی که جذب شد. حالا با قرار بیاد ترکیه ببینیم بازیکن‌ها تا ببینیم شرایط. ممکن است خط بخوری یعنی از لیستتون؟ حالا بیادش اونجا ببینیم شرایط بازیکن‌ها بعد تصمیم بگیریم. خیلی ممنون. چقدر منطقی. ببینید یکم سعی کنیم با عقل و شعورمون بررسی بکنیم. یعنی واقعا من میگم خیلی متاسفم، یعنی بعضی وقات میرم کانال های تلگرامی میرم کانال خودم رو نگاه میکنم که زیرش خود طرفدارای استقلال بعضی وقات میانی کامنت های عجیب غریبی میذارن، واقعا متاسف میشم. اول فکر کنین قشنگ یه دوره بکنین تو ذهنتون، بعد کامنت بذارین، بعد یه تحلیل بکنین و نظر بدین. همینجوری یه کانال تلگرامی چرتی گفته این دلالی میکنه اون دلالی میکنه این آقا چرا نمیفهمی؟ آخه بعضی موقع متوجه نمیشم نکونام، مهدوی کیا، کریم باقری، علی دایی، اینایی که تو سطح اروپا بازی کردن دستمزدای آنچنانی گرفتن، سالهای سال دستمزدای آنچنانی میلیون دلاری گرفتن، بسیار بسیار پولدارتر از این حرفان که بخوان دلالی بکنن. چرا آدم ها با جیب خودشون میسنجن؟ یعنی یه مدیر کانال تلگرامی که خودش مثلا 20 تومن 25 تومن نه 30 تومن نه اصلا 50 تومن دستمزدشه که میشه مثلا 1000 دلار هم نمیشه، خودشو میاد با نکونامی مقایسه میکنه که مثلا 7 8 فصل بالای میلیون دلار درآمد داشته. این آدم تا 7 جد آباد که نه 7 نسل آیندهشو بسته. اصلا امکان نداره که این آدم بخواد خودشو خراب بکنه برای اینکه یه بازیکن بیاد مثلا چی 100,000 دلار 200,000 دلار 500,000 دلار اصلا بخواد سود بکنه. این پولا برای نکونام پول نیست، اینو بفهمین. یه موقع هست یه مربی دوزاری که هیچ وقت خارج از ایران بازی نکرده، دستمزد آنچنانی نگرفته سرمربی تیم باشه، آره اونو میتونیم بگیم داره دلالی میکنه، ولی بازیکن به این بزرگی که سالهای سال اروپا بازی کرده، کاپیتان اوساسونا بوده تو اسپانیا، مگه میتونه این آدم بیاد خودشو خراب بکنه؟ یکم فکر بکنیم از این حرفای مفت نمیزنیم.